این نکاتی رو که میگم سیف کنید تا دیگه دچار کلاهبرداری های مهاجرتی نشید. یک، قرارداد مهاجرتی به هر زبانی که باشه باید حتما یک نسخه انگلیسی یا فرانسه داشته باشه و شما اون رو امضا کنید تا در کانادا اعتبار داشته باشه. دو، در قرارداد مهاجرتی باید اسم وکیل و یا مشاور رسمی مهاجرت با شماره لایسنسش حتما باشه. اسم شرکت، شماره ثبت شرکت کافی نیست. سه، در قرارداد مهاجرتی باید لینک تماس سازمانی که شما میتونید شکایت کنید از مشاور یا وکیلتون در صورتی که تخلف کرده باشن وجود داشته باشه. توجه داشته باشید که این ربطی به قبولی یا ردی ویزا نداره و قبولی یا ردی ویزا در نهایت تصمیم افسر مهاجرت کاناداست. چهار، در قرارداد مهاجرتی باید مشخص شده باشه مبلغی که پرداخت میکنید دقیقاً هر قسمتش برای چه کاری دریافت میشه. و پنج، در نهایت باید وکیل یا مشاورتون قرارداد رو امضا کنه و نسخه کاملش رو به شما تحویل بده.